با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، ادوین کشیش آبنوس هستم. جلسه ششم از سری برنامه‌های مقایسه الهیات اسلامی و مسیحی از خدمت شما دوستان عزیز داریم با دوست خوبم دکتر ساسان توسلی در استودیو. سلام ادوین جان، مرسی برای اینکه این برنامه‌ها رو داریم با هم انجام بدیم. دکتر ساسان توسلی، ما توی این سری درس ها برای اینکه یادآوری بشه برای دوستان عزیز، داریم دو تا الهیات اساسی اسلامی و مسیحی رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و بخش اصلی رو که تاکید زیادی روش داشتیم و الان داریم به جزئیات رو میپردازیم، شخصیت خداست. ما هفته گذشته به این مسئله نگاه کردیم، دو هفته گذشته به اینکه آیا خدا قابل شناخت هست یک نگاهی داشتیم، هفته گذشته به اینکه خدا نزدیک هست در الهیات مسیح. امروز یه مقدار میخوایم بیشتر این رو بشکافیم و یک بخش دیگه ای رو هم در کنار نزدیکی خدا امروز با هم دیگه نگاه کنیم که هست. بله، ما حالا درباره رنج و درد خدا بله. میخوایم امروز صحبت بکنیم که یه مقدارم بحث انگیزه حتی توی الهیات مسیحی. ولی برای یادآوری بذار دوباره بگم، اگر عزیزانی هفته های قبل با ما نبودن، که ما توی این سری درس ها داریم نگاه میکنیم به مقایسه اصول الهیاتی، فرق اصول الهیاتی اسلام با الهیات مسیحی و تاکیدمون روی فرق اسلام و مسیحیت درباره خدا، انسان و مسیح هست. خدا، انسان و مسیح. حالا اگرم وقت بکنیم توی این سری برنامه ها درباره یک کتاب مقدس هم صحبتی خواهیم داشت. درباره خدا گفتیم که یکی از فرقهای اساسی که خب همه اینو میدونن آموزه تثلیث هست، ولی تثلیث فقط اینجا یه آموزه گوشه الهیات مسیحی نیست که بگیم سر بقیه صفات خدا ما با هم متفق القول، این تثلیث اینجا یه چیز اضافه است که مسیحی‌ها توش گیر کردن. نه، خود آموزه تثلیث معرف شخصیت، طبیعت، ذات و رابطه خدا با انسانه و به خاطر اینکه ما پس اختلاف اسلام با مسیحیت درباره خدا، درباره شخصیت خداست، درباره هدف خدا از خلقت انسان و رابطه‌ای که خدا میخواد با انسان داشته باشه، درباره قلب خدا ما با هم اختلاف داریم، درباره این که خدا از ما چی میخواد و دنبال چه نوع رابطه‌ای با انسان هست. پس میگم حرفای کلیشه‌ای زیاد میشنویم، همه ادیان به خدا میرسن، همه ایمان داریم خدا رحمان و رحیم، خدا یکتاست، خدا خوبه، ولی اینکه خدا چطوری خوبیشو نشون داده، خدا چطوری میبخشه. حالا صحبت بخشش رو نمی‌کنیم ولی به عنوان مثال ملموس شما یه سوال این شما صحبت کردین یکی دو هفته گذشته، یک صحبتی کردین برای من خیلی جالب بود و گفتی که در کنار این که حالا بعضیا به این معتقد هستن که اسلام و مسیحیت دارن یک خدای مشترک رو دارن معرفی میکنن به ما، که این اشتباه هست و داریم تو این برنامه هدف اصلی ما است که این مسئله رو نگاه کنیم، یه قسمت دیگه هم گفتی و گفتی که نگاه کلی به این که بگیم که خدای که اسلام داره معرفی میکنه خدای خشنی هست و خدایی که مسیحیت داره معرفی میکنه خدایی هستش که مهربانه، که البته حالا با اینو میخوام بیشتر بهش بگم که معناش چیه، این طور کلی نگری بله انصاف نیست بله. و باید خیلی این رو دقیق تر باز بکنیم بگیم که واقعا اساس تفاوت ما در کجا بله، هست. بله، ببین مثلا میگم خب خود قرآنی که هر سورش به غیر از سوره نوح با این شروع میشه که خدا رحمان و رحیمه، پس اینو نمیتونیم انکار بکنیم که درباره رحمان و رحمت خدا خیلی هم زیاد، ولی البته ولی رحمتش رو چطوری نشون میده؟ از طریق فرستادن پیامبران و هدایت کردن بندگاش و بخشیدن گناهشون وقتی توبه میکنن. خدا چطوری رحمتش رو به ما نشون میده، چطوری ما رو میبخشه؟ خودش مجسم میشه در عیسی مسیح روی صلیب، خودش رو فدیه میکنه برای آمرزش گناهان ما. دو تا اصلا تعریف مختلف اصلا از بخششه، دو تا تعریف مختلف از فیض و رحمته. پس میگم کلمه ها یکیه، معنی این کلمه ها، داستان هایی که با این کلمات معرفی میشن کاملا با هم فرق داره. پس بله، من حالا پس تو یه صحبتی رو کردی هفته پیش که به خاطر وقت واردش نشدیم، صحبت این اینتیمیسی خدا با انسان رو کردیم، the intimacy of God with his people، نزدیکی این خدا. نزدیکی، رابطه نزدیکی منظور رابطه فیزیکی و متافیزیکی نیست، رابطه عشق و صمیمیت و دوستی و مشارکت هست که گفتیم در اسلام، در شاخه اصلی اسلام این وجود نداره. حالا بله، عرفان اسلامی، اشعار مولانا همش صحبت عشق و عاشقیه، اونم عشق و عاشقی، حالا اون بذار موقع عشق درباره صحبت میکنیم، فرق داره با مسیحیت، ولی صحبت الهیات شاخه اصلی الهیات اسلام رو ما داریم توی این برنامه ها میکنیم و گفتیم که شما یه اشاره خیلی قشنگی کردی که به نظرم مهمه ما یک کمک این رو باز کنیم واسه ملموس کردن، که حالا فرق این مسائل الهیاتی، اینا فقط مسائل الهیاتی و فلسفی نیست
که بنده و شما اینجا با کروات نشستیم جلو دوربین داریم درباره فلسفه و الهیات صحبت می‌کنیم. واسطه‌های کاربردی داره. ربطش به زندگی چطوری خودشو نشون میده؟ یه اشاره کردی به موضوع پرستش در پرستش. می‌خوای اینو بیشتر خودت باز بکنی؟ نتیجه‌گیری که من کردم یا حداقل اون باستابی رو که دیدم توی صحبت‌های شما توی زندگی عملی یک ایماندار، حالا چه یک ایماندار مسلمان یا ایماندار مسیحی، در بخش پرستشه. این خدایی رو که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه ما رو وارد یک دنیای متفاوتی از پرستش میکنه و اون دنیایی که یک مسلمان در پرستش باهاش روبرو میشه کاملا فکر کنم حال و هواش هم فرق میکنه، چه برسه حالا به الهیاتی که در پشت اون خوابیده. آره، مثلا چیه؟ وقتی که وارد کلیسا میشی، من بارها و بارها از عزیزان ایرانی شنیدم، وقتی که یک ایرانی وارد یک کلیسا میشه واسه بار اول یا یک دوست مسلمان وارد کلیسا میشه، یکی از اولین چیزهایی که جلب توجه میکنه شادی، سرود خوندن، پرستش، لبخند و اون جو پر از شادی و نشاط و پرستش و سرود. در مسجد کسی شادی و سرود نمیخونه، جو خیلی جو سنگینیه، فقط شما سجده میکنی، بلند میشی، خیلی جو جدیه، موعظه از منبر هست و خیلی جو سنگین. چرا؟ چون پشت این پرستش الهیاتیه که خدا، ما بنده و برده اون خدا هستیم، اون حاکم مطلقه و فقط تو خودتو به عنوان یک انسان کوچیک در برابر این ارباب داری خودت رو مطیع و تسلیم نشون میدی. اسلام که به معنی اصلا تسلیم شده، تو پس داری خودتو فقط تسلیم به این ارباب میکنی. این ارباب رحمان، رحیم، بخشنده است، ولی جویه، همچین جویه در پرستش. ولی در مسیحیت بله، خدا ما بنده های خدا هم هستیم، اون ارباب ما هم هست، پادشاه ما هم هست، ولی پدر آسمانی ما هم هست، عاشق و دوست ما هم هست. پس اون صمیمیت، اون شادی، اون سرود و پرستش، این خودش رو نشون میده، فرق پرستش در کلیسا و فرق نماز خوندن در مسجد. یا مثلا دوباره شما فقط نماز، همه باید اجباری نماز بخونن به زبان عربی، حتی اگر زبان نمیفهمید چی داری میگی، زبان مادریت نیست، ولی در مسیحیت از همون روز اول در تاریخ کلیسا یا حتی قرآن باید عربی باشه و قرنهای قرن قرآن هیچ وقت ترجمه نشد به زبان دیگه. در مسیحیت از همون قرن اول و دوم کتاب مقدس شروع شد به ترجمه به زبانهای دیگه. هدف چیه؟ خدا رو بشناسی. هدف اینه که با خدا رابطه داشته باشی، به زبان مادری خودت، به اون طوری که خودت حس میکنی خدا رو. پس میخوام بگم اینا فقط فرقای الهیاتی نیست، خودش رو خیلی به طور ملموس نشون میده. حالا میخوام وارد یه نکته دیگه بشیم. نکته که میخوام امروز صحبت کنم صحبت درد و رنج خدا بود. نکته بحث انگیزیه، چون که در الهیات کلاسیک مسیحی هم صحبتی که خدا میتونه درد بکشه، خدا میتونه رنجی حس بکنه، این نکته هم نبود در تاریخ کلاسیک مسیحیت. چرا؟ به خاطر همون نفوذ فلسفه نو افلاطونی، خدا ماورای این احساسات هست. چرا؟ چون اگه درد و رنج میکشی نشانه چیه؟ ضعیف بودنه. کسی درد میکشه که در کنترل موقعیتش نیست، خدا قادر مطلق، در کنترل همه چیز هست، پس هیچ دلیلی برای درد و رنج نداره. ولی وقتی که ما به خود کتاب مقدس نگاه میکنیم، یک عالم صحبت میبینیم که صحبت اینه که خدا به خیانتها و گناههای انسان بی تفاوت نیست. خدا دل شکسته میشه، خدا غمگین میشه، خدا متاثر میشه، نه به خاطر اینکه خدا ضعیفه، به خاطر اینکه خدا عشقه. و وقتی که تو به عشق خیانت میکنی، عشق دل شکسته میشه. پس این مسئله، حالا میگم اگه کسی از کلمه درد و رنج خوشش نمیاد، کلمه این که میخوام بگم خود صحبت اصلی من اینه، خدا به گناه بی تفاوت نیست، عکس العمل نشون میده، بلکه عکس العملش هم نه عکس العمل خشم و بزن و بکوب و گردن زدن، عکس العمل یک شوهری که رو زانوشه به اسرائیل تمنا میکنه بهم برگرد، عکس العمل یک پدری که با چشم گریان منتظر برگشت پسر گم شدهش هست، عکس العمل یک شبانی که 99 تا گوسفندش رو ول میکنه میره دنبال اون گوسفند گم شدهش، عکس العمل تصویر خود مسیح و حتی تو عهد عتیق مثل یک عقاب بالهاش رو باز میکنه که جوجه هاش رو حمایت کنه. پس میخوام بگم که تصاویری که ما از خدا داریم تو کتاب مقدس تصاویر یک ارباب و یک ژنرال ارتش نیست که فقط دستور میده و اگر ما دستورش رو نافرمانی بکنیم ما رو نابود میکنه. حالا
بلکه اکثر عمل یک خدای مقدسی که خودش وارد درد و رنج ما میشه. میشه از این استدلال استفاده کرد. به هر حال اگر خدا نسبت به گناه، حالا توی الهیات اسلامی با خشونت یا با عصبانیت رفتار میکنه، به هر حال اینم یک نوع احساس هستش، خب چرا نمیتونه خدا اون عکس العمل رو به یک نوع دیگه به عنوان که دل شکسته یا محزون هستش نسبت به گناه، اگر اون اگر محزون بودن و یا ناراحت بودن خدا دلیل بر نقص در اون وجود کامل خدا بشه، بنابراین خشم خدا یا عصبانیت خدا هم باید به یک نوعی تأثیر منفی روی کاملیت و فراباشندگی خدا داشته بله، باشه. بله البته، بله البته. خب چون در اسلام، البته در مسیحیت هم این صحبت ها بوده که اینا همه تصاویر انتروپومورفیک هست، تصاویر انسان، چی میگیم، انسانوار، انسانگونه، و اینا واقعش نمیدونم، آره اینا واقعیت نداره، اینا خدا اینطوری حرف زده که مثلا خودشو به ما تشبیهی شد، آره اینا فقط تشبیهی سمبولیکه، مثل اینکه خود قرآن صحبت چشم خدا رو میکنه، دست خدا رو میکنه، تناب خدا رو میکنه، تخت خدا رو میکنه. خب اسلام میگه اینا رو که خدا نداره چشم و دست، پس اون عصبانیت و خشمش هم یه حالت فقط سمبولیک، ربطی به خود ذات خدا نداره. اینطوری معمولا الهیات برخورد کرده با این صحبت ها، ولی شما درست میگی. پس خدا بی تفاوت نیست. حالا من میخوام که این صحبت رو باز بکنی. حالا شاید یک بگه آقا رنج خدا حالا چه ربطی داره، مثلا به چیز دیگه ای داره. اگر ما با یه خدای سر و کار داریم که وارد درد و رنج انسان میشه، اون موقع صلیب معنی پیدا میکنه. ولی اگر خدایی داریم که اصلا نمیتونه وارد درد و رنج بشه، اصلا کاری نداره، خود قرآن آیه داره میگه که شما اگر گناه کردی مجازاتش به خودته، اگرم اطاعت کردی برکتش مال خودته، خدا اصلا درگیره کار تو نمیشه، واسهش اصلا به قول معروف داده کر که مثلا تو اطاعت کنی به خدا که سودی نمیرسه، واسه خودته سودش، ضررم گناه هم بکنی ضررش مال خودته، برای خدا تفاوتی نداره. این از آیات قرآنه، الهیات اسلامه. در مسیحیت ما همچین داستانی نداریم، و چون خدا خدایی که دنبال فرزند گم شده شه، اون خدا تا پای صلیبم رفته تا اون فرزند گم شده رو دریابه. پس میخوام بگم چون خدا عشقه، خدا درد و رنج میکشه، نه اینکه خدا ضعیفه. چون این قلب آسیب پذیرش رو برای ما انسانها باز کرده، وقتی ما به اون قلب خنجر میزنیم، وقتی اون قلب رو ما روی صلیب میخکوب کردیم، خدا درد و رنج ما رو روی خودش گرفته. پس میخوام بگم که من بارها و بارها برمیگردم به این واقعیت ادوین جان، که دلیلی که اسلام تثلیث رو انکار میکنه، اسلام تجسم مسیح رو انکار میکنه، اسلام صلیب مسیح رو انکار میکنه، دلیلش اینه که اسلام شخصیت و ذات خدا رو در کتاب مقدس انکار میکنه، اون صحبت های کلیدی ما. پس مسلم صلیب معنی نداره. اگر خدا فقط ارباب ماست، ما بنده های اون هستیم، و رابطه فقط رابطه فرستادن پیامبر و الهام هست و بس، مسلم تجسم معنی نداره، صلیب معنی نداره. تو این داستان، تو داستان قرآن درسته. ولی تو داستان کتاب مقدس از همون عهد عتیق میبینیم این خدا وارد رنج و درد قومش میشه، صلیبم معنی پیدا میکنه. این صحبت من هست تو این برنامه ها، که حالا اگر بهش نرسیدیم کامل تموم کنیم، مردم میگن اقلا موضوع صحبت رو بفهمن. حالا پس ما یه سری آیاتی خوندیم، مثلا من یه مثالی میخوام، یعنی مثال ملموس دوباره. شما اگر به عنوان فقط یه مثال ها مقایسه بکنیم، چون دوباره میگم وقتی سطحی نگاه میکنیم داستانه قرآن خیلی شبیه داستانه کتاب مقدس، البته قرآن جخ داستان کامل توضیح نمیده، فقط با حالت اشاره این بر اون بر توضیح میده. داستان نوح، داستان طوفان نوح، و داستان طوفان نوح چه در قرآن چندین بار بهش اشاراتی شده، اصلا سوره داریم، سوره نوح داریم در قرآن، و چه در عهد عتیق به داستان نوح اشاره شده. به عنوان مثال من فقط آیاتش رو شما نمیخواد نگاه بکنی، ولی سوره هفت قرآن، سوره هفت آیات 59 تا 64، سوره 11 آیات 25 تا 49، سوره 23 آیات 23 تا 30، و سوره 26، سوره 37، سوره 54 و سوره 71، که اصلا سوره 71 اسمش هست سوره نوح. اینا قسمت‌های بزرگ قرآن هست درباره، متنای اصلی قرآن هست درباره داستان نوح و طوفان نوح. وقتی ما می‌بینیم که داستان نوح رو در قرآن مثل خیلی از انبیای دیگه، داستان اینه، انسان گناهکاره، انسان از خدا خدا رو فراموش کرده، از صراط مستقیم دور شده، خدا پیغمبرش رو میفرسته برای هشدار دادن، اون قوم پیغمبر خدا رو رد میکنه، خدا میاد برای دفاع از پیغمبرش و
دشمنان اون پیغمبر رو نابود میکنه، انسانهای گناهکار رو نابود میکنه، حالا با طوفان نوح و نوح و پیغمبر خودش رو تایید میکنه و نجات میده از طریق این معجزه بزرگ. و سلام نامه تمام، نقطه سر خط. خیلی حالت فقط بله انسان گناه کرده، خدا پیامبر رو میفرسته واسه هشدار، انسان ها پیامبر رو رد میکنن، خدا میاد محکوم میکنه، تموم میکنه، تموم شد. حالا همین رو شما میایم توی عهد عتیق نگاه میکنیم. توی فصل 6 کتاب پیدایش، تو همون مقدمه این که انسان چقدر در گناه افتاده بود و چقدر از خدا دور بود و چقدر تو دنیا تاریکی بود، برمیگردیم در عرض دو آیه، آیات 5 تا 7 پیدایش فصل 6، سه بار خدا برمیگرده میگه که، کتاب مقدس برمیگرده میگه که و یهوه، انگلیسیش میگه was grieved and pained، یهوه در درد بود، متاسف بود، غمگین بود، محزون بود. این حالا نشانه ضعف نیست، این نشانه اینه که انسانی رو که من خلق کردم در شباهت خودم که به من عشق ببرزه، اینطوری از من دور شده و داره خودش رو نابود میکنه. این تأثیر یهوه است. و یه الهیدان خیلی مشهور مینویسه که داستان نوح داستان عصبانیت خدا نیست، داستان غم خداست. پس این یعنی همین فقط یه مثال کوچیکشه. تازه من میخوام شروع کنم صحبتو که همین داستان نوح که به نظر میاد همه این کتابا یه داستان میگن، وقتی میری میبینی که خب این داستان داره درباره خدا به من چی میگه، تو این کتاب داره خدا رو چطوری معرفی میکنه، میبینیم یه فرق بزرگی هست. حالا تو تمام عهد عتیق این واقعیت هست ادوین که خدای مقدس، حالا درباره قدوسیت هم صحبت میکنیم، میاد که قومش رو مجازات بکنه به خاطر گناهانشون، ولی همون خدای مقدس میاد بغل قومش و همدردی میکنه با درد و غم قومش. درست. و این تصویر رو بعد حالا روی صلیبم وقتی صحبت قدوسیت رو نمیشه خواهیم کرد. خود خدای مقدسه که داوری میکنه و خود خدای پر از فیض و رحمته که میاد بغل قومش و با اونا وامیسته در دردشون، در رنجشون. پس این صحبت من این هستش. میخوام چند تا مثال بیارم. میگه که نویسند پیامبران عهد عتیق به ما خدای رو معرفی میکنن با تصاویر پر از تندر. چی میشه تندر ایمیجز؟ تصاویر پر از نرم. حالاشو نمیدونم. حالا تصاویر یک، میگم یک شوهری که بهش خیانت شده، یک قلبی که زخمی شده، یه پدری که دلش شکسته به خاطر نافرمانی فرزنداش. میخوام یه مثال بیارم، هوشع، کتاب هوشع که من اشاره کردم بهش، هوشع فصل 11 که یا ارمیای نبی که میگن عاشق این تصاویرم، چه در ارمیا و چه در هوشع، که این پیامبران دارن خدا رو اینطوری توصیف میکنن که مثل یک شوهر داره تمنا میکنه، مثل یک پدر داره تمنا میکنه. میگه که از یک فیلسوف یهودی به نام ابراهام هشل میخوام نقل قول بکنم. هشل میگه که، البته من انگلیسیش خیلی زیباتر از فارسی قلابی بنده هست الان، میگه که خدا طوری هوشع خدا رو تصور میکنه که مثل یک حاکم که تنها واسه خودش نشسته نیست این خدا، بلکه مثل یک همسر پر از احساسه که داره تمنا میکنه برای وفاداری همسرش و تمنا میکنه برای ملحق شدن دوباره به همسرش و برای آشتی. یه همچین تصویری رو ما از خدا میبینیم توی عهد عتیق. میگه هوشع عشق خدا رو طوری به طور خیلی ملموس توصیف میکنه، مثل یک ترحم یک مادر، مثل لطافت یک مادر، مثل یک عشق بین شوهر و همسر. حالا اینکه خدا شوهر، خدا مادره، ولی صحبت اون عشق رو داره میکنه با اون تصاویر. بعد یه نویسنده دیگه میگه، این خیلی جالب میگه، میگه که تصویر خدا در هوشع مثل جنرال پتن نیست، پتن جنرال ارتش آمریکا، مثل یه جنرال ارتش نیست که با نافرمانی زیردستیاش داره مشکل پیدا میکنه. این من تصویر خدا رو من در قرآن اینطوری میبینم، نافرمانی بندگانش باید مجازات بشه. ولی میگه ولی توی عهد عتیق میبینیم تصویر یک پدر مادری که پدر پرنتی، یه پدری که با صبر داره درد رو تحمل میکنه. و بعد من عاشق این جمله هستم، میگه خدا رو طوری هوشت توصیف میکنه که خدا هم رد شده،
هم بهش خیانت شده مثل یک پدر و هم بهش خیانت شده مثل یک شوهر، یعنی تصاویر مختلف از این رابطه. و میگه که انگار خدا یک شخصیه که هم همسرش بهش خیانت کرده هم فرزنداش. و بعد خیلی این جمله انقدر زیباست، میگه که The wounds of God are manifold، زخم‌های خدا ابعاد زیادی دارن، زخم‌های خدا ابعاد زیادی دارن. و واقعا میگم وقتشو داریم الان اردین جان، تو چیزم واسم بخون چون تو جلسه قبل نخوندیم. میخوام برای ما ارمیای نبی رو لطفا باز کن، فصل 3، ارمیای نبی فصل 3 آیه 1 رو اول بخون، بعد 12 بعد 14. و میگوید اگر مرد زن خود را طلاق دهد و از و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود، آیا بار دیگر به آن زن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوث نخواهد شد؟ لیکن خداوند میگوید تو با یاران بسیار زنا کردی اما نزد من رجوع نما. ببین شما آقا خیلی همچین خشک میخونی اینو، من اصلا خودم اینجا هر وقت میخونم احساسی میشم. ببین میگه که تو مثل همبستر شدی با افراد دیگه، خیانت کردی، ولی میگه که ولی من ازت میخوام نزد من رجوع نما، برگرد اسرائیل. یعنی ببین اصلا من واقعا از هر دوست مسلمون تمنا میکنم، تمنا میکنم آیا میتونن تصور کنن الله در قرآن اینطوری با انسان ها حرف بزنه که شماها به من خیانت کردید، من ازتون میخوام به من برگردید. اصلا همچین آیه ای، اصلا همچین تصویری، اصلا همچین تشبیهی، توصیفی از این قلب شکسته خدا ما در قرآن داریم و اون عشقی که دنبال این بنده گم شده است. آیه 12 و 14. لحاظ برو و این سخنان را به سوی شمال ندا کرده بگو، خداوند میگوید ای اسرائیل مرتد رجوع نما و بر تو غضب نخواهم نمود، زیرا خداوند میگوید من رؤوف هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت. آیه 14. پس خداوند میگوید ای پسران مرتد رجوع نمایید، زیرا که من شوهر شما هستم و از شما یک نفر از شهری و دو نفر از قبیله گرفته شما را به صیحون خواهم آورد. آره انگلیسیش حالا مرتد، این فارسیش میگه، انگلیسیش میگه faithless، بی ایمان، return faithless people، یهوه میگوید for I am your husband، من شوهرتونم، I will choose you. یعنی ببین بزرگترین توهین، بزرگترین خیانت به خدا میشه. حتی من حالا چرا دارم تاکید رو عهد عتیق میکنم، چون تو حتی جامعه مسیحی هم این تصور اشتباه هست که خدای عهد عتیق خشن، مسیح خدای مهربون ماست. این فقط صحبت مسیح در عهد جدید، من دارم از قصد تاکید رو عهد عتیق میکنم چون مسیح داره میاد قلب همین پدر رو به ما معرفی کنه. پس تو همین عهد عتیق میبینیم خدا مثل یک عاشق، مثل یک شوهر، مثل یک دوست، مثل یک پدر داره تمنا میکنه. یعنی میخوام بگم که پس حالا وقتی این رو میبینیم به عنوان شخصیت خدا، گفتم اینجاست که صلیب معنی پیدا میکنه، که این خدای ما پس خدایی که میخواد خودش رو بشناسونه. میخوام برگردم به سه نکته‌ای که تا حالا صحبت کردیم درباره فرق شخصیت خدا در اسلام و مسیحیت. خدایی که میخواد خودش رو به ما بشناسونه، خودش رو به ما مکشوف کنه، ما اون رو بشناسیم. این خدا میخواد با ما رابطه عاشقانه داشته باشه و این خدا وقتی ما اون عشقش رو رد میکنیم درد و رنج میاد و میاد و با ما وامیسته در اون درد و رنج ما. اگر این درد نباشه برادر اساسان، اگر این علاقه خدا برای ترمیم این رابطه از دست رفته یا این بخشش این خیانت نباشه، نجات توی الهیات اسلامیش معنایی نداره. نجات توی الهیات اسلامیش معنایی نداره، بخاطر اینکه وقتی که خدا به عنوان یک داور ایستاده و میخواد که گناه رو مجازات بکنه و هیچ علاقه به بازیافت این رابطه نداره، بنابراین نجات هیچ مفهومی نداره، جایگاهی نداره. نه خب نجات مفهوم داره ولی نه نجات مسیحی. نجات مسیحی همین مفهوم. یعنی ما داریم مثلا از دید خودمون قضاوت میکنیم. نه در اسلام نجات هستش که چی؟ شما از کلمه نجات هم خیلی کم استفاده شده تو قرآن. نجات کلمه کلیدی در عهد جدید در قرآن این نیست، ولی صحبت اینه که بله شما وقتی توبه میکنید و بخشیده میشید بهش میرید وقتی میمیرید. و تو حتی توی حالا جالب اینو میگی، اینم حالا رب پیدا میکنه. حالا همین حالا تو من صحبت بهشت و جهنم رو نمیخوام بکنم و این تصاویر بهشت چی هست در قرآن، اصلا وارد این نوع بحثا من نمیخوام بشم. ولی وقتی نگاه میکنیم به طور کلی
بهش اون در حضور خدا بودن در کتاب مقدس در زمان بعد از این دنیا تصویر چیه؟ تصویر پرستش، که ما حتی در تا ابدم داریم خدا رو میپرستیم و تصویر اون جشنه که ما در حضور خدا با اون خواهیم داشت. تصویر بهش در قرآن صحبت تمرکز که فقط شاید یه آیه باشه درباره رابطه ما با خدا، بیشتر تصویر لذت‌های بهشت هست که چه لذت‌هایی و چه انگور و چه شراب و چه روابطی با افراد مختلف. و پس میخوام بگم فوکس حتی تصاویر بهشت در قرآن لذت‌های مؤمنین هست، ولی تمرکز و تنها تأکید کتاب مقدس پرستش خدا هست و اون جشنی که ما با خدا تا ابد خواهیم داشت. پس میخوام بگم که همه اینا به هم ربط پیدا میکنه که اصلا خدا کیه، ما رو چطوری خلق کرده، با ما میخواد چه رابطه‌ای داشته باشه و چطوری حتی وارد این درد و رنج ما میشه. مثلا الان به فکرم اومد اشعیا 53، وقت به نظرم نیستش، ولی اشعیا 53 وقتی که صحبت اون درد suffering servant چی میشه، اون درد اون خادم خدا که صحبت مسیح رو داره اشعیا میکنه، ببین وقتی که داریم میگیم که این درد ما رو دوش خودش کشید عیسی مسیح، صحبت ما اینه که این فقط صحبت یک پیغمبر نیست، این درد و خدا داره رو دوش خودش میکشه. ما با یه خدای روبرو هستیم که درد و رنج ما رو داره رو دوش خودش میکشه، وارد درد و رنج من شده و کمال اون درد و رنج ما رو دوش خودش گرفتن در صلیب عیسی مسیح مکشوف میشه برای ما. پس اینجاست که ما میبینیم ربط نزدیک کار مسیح رو با شخصیت خدا، که کاری که مسیح میکنه، مسیح معرف خداست، حالا صحبتشو خواهیم کرد، صلیب معرف خداست. صلیب یک حادثه فقط تاریخی نیست، اتفاقی که رو صلیب میفته داره به من و تو قلب خدا رو نشون میده، درد و رنج خدا رو نشون میده. اینا همه به هم ربط پیدا میکنه. اسلام اینا رو رد میکنه به خاطر اینکه اسلام همچین چیزایی رو درباره خدا قبول نداره. خیلی زیباست این حقایق رو که مطرح میکنیم. یک هشداری هم شاید به خود ما مسیحیان باشه که آموزه های الهیاتی رو منفک و جدا از بخش های دیگه یا ساختار دیگر باورهای خودمون نگاه نکنیم. تمام اینا با هم مرتبطن. چگونه خدا رو میفهمیم، چگونه محبت خدا رو میفهمیم، نتیجهش شاید یک جای دیگه ما رو ببره. 100% خیلی اساسی مهم است. با ما دوستان عزیز باشن. هفته آینده میخوایم بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم با بررسی شخصیت خدا در الهیات مسیحی و اسلامی. خدا برکتتون بده.